سلام، من در واقع از بچگی به کارهای هنری خیلی علاقه داشتم. میتونم بگم که هنر جزء زندگی من از اول بود. البته رشته‌ای که انتخاب کردم برای تحصیلم ریاضی بود، ولی وقتی که برای تحصیلات عالیه به فرانسه آمدم، از اولش مایل بودم که توی رشته‌های هنری برم. یک سال آمادگی خوندم در مدرسه عالی پنینگن که بتونم آماده بشم برای گذروندن کنکور دانشگاهی که ورود بهش خیلی سخت بود و خوشبختانه موفق شدم و رشته دیزاین اجسام و یعنی میشه طراحی صنعتی، به فارسی کلمش هست طراحی صنعتی، این رشته رو خوندم. بعد از اینی که دیپلممو از این دانشکده گرفتم، میخواستم که یه رشته هنری که فقط هنر برای هنر باشه بخونم و وارد بازار پاریس شدم، یعنی دانشکده هنرهای زیبای پاریس رو وارد شدم و اونجا تحت نظر استاد گینبر رشته هنرهای پلاستیک، هنرهای زیبا کار کردم و دیپلممو از اون دانشگاه گرفتم. مدتی به کارهای فقط همین نقاشی و کارهای هنری و اینا پرداختم و یه چند تا نمایشگاه گروهی یا فردی داشتم. توی ایران دو سه تا نمایشگاه داشتم، اینجا همینطور در پاریس. نقاشیام در اون زمان که مصادف بود با هول و هوش انقلاب و اوایل محدودیت برای زنان، یه سری کارایی کردم که روی نگاه زن بود و چشمای زنا رو کشیدم که در واقع دیگه فقط نگاهشون بود، همراه با یه مقداری غم یا حیرتی که داشتن و دهن بسته بود. یه سری کارهای دیگه ای کردم روی بُعد معنوی که همیشه توی کارهای من وجود داشت. یه سری هم پورتره که ادغام شده بود با یه مقداری متون اشعار و اینا، یه سری هم این کارا رو کردم. ولی خب هم کار یعنی مسائل زندگی و شغل و ایجاد یعنی گذران زندگی یه مقداری وقتم رو میگرفت و نقاشی هم همیشه در حاشیه بود، گاهی کمتر گاهی بیشتر، تا اینکه توی این چند سال اخیر این امکان و زمانه و زندگی به هم داد که فقط بتونم به کارهای نقاشی بپردازم. سال اخیرم توی این چند سال گذشته میتونم بگم که به سه بخش تقسیم میشن. یه بخشش بیشتر الهام از اشعار حافظ و مولوی و عطار که در واقع بیان این اشعار به تصویر، یعنی در واقع به فرانسه میگن ایلوستراسیون یا به انگلیسی شاید ایلوستریشن میگن، بیان این اشعاره. یه سری کارهای دیگه ای هست که با الهام از یه بیت شعره فقط، که اون شعر هست قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست، که روی تم قطره و دریا هست و قطره انسانو سمبولیزه میکنه و دریا هستی رو، در واقع آتشی رو که انسان داره که بپیونده به اصل هستی، اینو سعی کردم بیان بکنم. یعنی قطره در واقع اون کنه وجود انسانه که واحده در همه، اون نفخه الهی رو اگه بخوایم از ترمینولوژی تصوف استفاده بکنیم، نفخه الهی بیانگر اون قطره هست که مثل یک طلاییه که در درون قلب هر کسی وجود داره، که از همون جنس هست که روح کائنات و هستی هست، و وقتی که آدم اون زنگارای وجودش رو کنار بزنه با اون نفخه الهی مواجه میشه که میپیونده به اصل هستی.
از این منزل ویران بره راحت جان طلبم و از پی جانان برم تابلوی که میکشم با این الهام از بینش تصوفه، چه اون کارهایی که قطره و دریا بود، چه یه سری کارهای دیگه که اخیراً باز بیشتر بهش میپردازم که شکل همین کشمی رو داره یا ترمه، بوت جقه‌ای به فارسی میگیم بهش، و این بوت جقه‌ای سمبول سروه که سرو خودش سمبول آزادگیه و در مینیاتورای ایرانی همیشه سر به همین معنی آزادگی و انسان آزاده سمبولیزه شده و استفاده شده ازش. در عرفان آزادگی زمانیه که آدم از قیدهای مسائل مادی و ظاهری آزاد شده باشه و به اون کنه وجود خودش پیوسته شده باشه و کنار گذاشته باشه این وابستگی ها رو. اون موقعی که وابستگی ها رو کنار گذاشت آزاده میشه و وقتی که یک آزاده واقعی شد تعظیم میکنه و تواضع داره. بر همین اون سروی که نوکش خم شده هم اون بت جقه‌ای سمبول اینه که هم میتونه سرو باشه یا همونطوری که قبلا اشاره کردم قطره، قطره‌ایه که به دریا داره میپیونده یا پیوسته، یعنی متوجه دریا شده و سر فرود آورده که تمام یعنی علم دریا رو در درون خودش بتونه جا بده. این سمبول رو داره. کارهای قبلی من فیگوراتیف بود، به خصوص اون کارهایی که الهام از اشعار عطار و حافظ و مولانا بود، یه جورایی یادآور سبک امپرسیونیزم میشه بگیم بود. ولی الان با این کارهایی که روی اشکال ترمه و بوت جقه‌ای میکنم یه مقداری میشه بگیم که ابستره هست. از تکنیکایی هم که استفاده میکنم اصطلاحاً بهش میگن تکنیک میکست، که یعنی از همه چی استفاده میکنم، یعنی توش از رنگ روغن هست تا اکریلیک تا کلاژ تا خود این پودرای خالص رنگی که با چسب قاطی میکنم و یعنی لیمیتیشن نداره. یعنی اینکه من یه چیز رو، یه ایده ای رو به طور کلی، خیلی کلی دارم که مثلا شروع میکنم به کار کردن، بعد انگار که همون اون کار اولیه‌ای که میکنم روی تابلو خود اون با من شروع میکنه یه دیالوگی رو برقرار کردن. یعنی اینکه اونجوری نیست که من کاملا توی ذهنم از ابتدا بدونم دقیقاً که این کارو دارم میکنم، یه کلیتی رو میدونم. بعد که شروع میکنم به نقاشی کردن، خود اون تابلو شروع میکنه با من دیالوگ برقرار کردن و یه زمانی میرسه که نیاز میشه که من از این تکنیک استفاده بکنم، یه زمانی احتیاج دارم برای اینکه بتونم بر فرض تعادل این تابلو رو حفظ بکنم از یه متریال دیگه، از یک رنگ دیگه بخوام با یه جنس دیگه استفاده بکنم. بعد یه وقت ممکنه که دوباره اصلا تمام روی اینو دوباره سفید بکشم، یه چیزایی از توش بیاد بیرون، خودشو نشون بده، روی اونا ما شروع کنیم با هم دیگه، با این شکلایی که یعنی میگم ما، یعنی تابلو و من، یا این اشکالی که بیرون زدن خودشونو با هم دیگه و منم ناظر باشم اینا با هم حرف بزنن، هر کسی بخواد خودشو بیشتر نشون بده.
در سری کارهای قطره و دریا، خب مسلما از رنگای تونالیته های آبی و فیروزه‌ای و آبی سیر و روشن و یه مقداری هم گاهی طلایی و اینا استفاده میکنم. اون کاری که سری که مربوط به اشعار عطار و حافظ و مولوی هست، خب رنگای یه مقداری طبیعت، رنگ پرنده و گل و یعنی تمایی که این اشعار سروده شده، و اون رنگایی که در رابطه با اون سری بوتجقی استفاده میکنم بیشتر رنگای خاکه، یعنی بیابونا، صحرا، نمیدونم خاکای مختلف، یعنی خاکای روشن، خاکای تیره، و اینی که قطره‌ای که در انسان هست، انسان از خاک آفریده شده، خاک رو به عنوان زمینه‌ای که انسان آفریده شده که بخواد این نفخه الهی که اون بوت جقیه که نهایتاً آزاده میشه و با تواضع میخواد خودش رو بیان کنه، از زمینه خاک بلند میشه و رشد میکنه، یادآور انسانه و خلقت انسان که از خاکه. در هر فضا و شرایطی نمیتونم، اولا که باید که زمان جلوم باز باشه، یعنی محدودیت زمانی نداشته باشم. میخوام بگم که گاهی حتی حالتهای نیمه ترانس برام ایجاد میشه که دیگه زمان و مکان و اینا از کنترل خودم خارج میشه، و وقتی که این تابلو رو که میکشم تازه میتونم با خودم نگاه کنم که ببینم که چی بوده، چون یه دیالوگی برقرار میشه، کاری که صورت میگیره توی این دیالوگ، بعدن باید با یه فاصله چشمم میبندم یه ذره، 5 دقیقه میشینم اینا، بعد میام نگاه میکنم که ببینم چی شده، چی عذاب در اومده. گاهی میبینم نه هنوز خیلی کار داره، نصفه هست. گاهی موقع میبینم نه دیگه نباید دست بزنم. حداقل اون چیزی که در درون خودم میگذره پر از انرژی مثبته و خیلی علاقه دارم که بتونم این انرژی مثبت رو به اون فضا، فضایی که این تابلو توش گذاشته میشه، منتقل کنم، یا مثلا کسایی که به اون تابلو نگاه میکنن همین این انرژی مثبت رو بتونن بگیرن. و یه دفعه شاید بهترین کادویی که به هم داده شد اینه که یه نفری پیام داده بود برای من که من هر روز به این تابلو نگاه میکنم و حالم خوب میشه و روزم رو با یه انرژی مثبتی شروع میکنم که تا آخر شب ادامه داره. و از وقتی این تابلو رو آوردم توی خونم گذاشتم و هر روز باهاش رابطه برقرار میکنم، زندگیم بهبود پیدا کرده و خیلی چیزا عوض شده. و این حرف این فرد برای من ارزشش از تمام، یعنی در واقع میتونم بگم که کاملا یه حالت ارضایی بر من پیش آورد که بخوام علاقه داشته باشم که ادامه بدم، و امیدوار باشم که این حالت رو هر کدوم از بیننده ها با این کارهای من داشته باشن. آخرین اکسپوزیشنی که داشتم، که خب اکسپوزیشن تنهایی بود و کل اون گالری فقط با کارهای من بود، یه چیزی که اکثرا کسایی که میامدن وارد میشدن میگفتن که ما خیلی احساس آرامش میکنیم و خیلی آرامش بخشه، و من خوشحال میشدم به خاطر اینکه این چیزی بود که من دوست داشتم و یعنی هدفم بود که این حالت رو ایجاد بکنه در بیننده.
اینه که میتونم بگم که دلم میخواد که کارای من آرامش بخش باشه، توش معنویت داشته باشه، یعنی اون فردی که اینو نگاه میکنه یه مقداری بود معنویت درش بیدار بشه و بخواد یه سیر و سلوکی در به بهانه این تابلو یا یه المانی در این تابلو یا کل اون تابلو یا یه المانی باعث بشه که بخواد یه سیر و سفری در درون خودش بخواد بکنه یا یه جرقه دقیقا توی وجود خودش پیدا بشه و رو به بالا داره، یعنی یه تشنگیه که فرد و به اون اصل وجود خودش بخواد برسونه. یعنی اگر که قرار باشه که یه بیت یا دو سه بیت شعر بخواد بیانگر این نقاشی ها باشه، خب برای اون سری که گفتم قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه اون قطره با دریا دریاست، ولی کلیت بیشترش همون شروع مثنویه که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، و این شکایت از این جدایی ها هست و میل به وصل به نوره و اون جدایی که باعث اذیتش میشه و اون تشنگی رو به بالا هست که، یعنی همش اینه، همش این جستجوه، همش این عشق به بالاست و دلتنگی از جدایی از اصله. به هواداری او زر صفت رقص کنم، طالب چشمه خورشید درخشان برم.